خبرنگاران با یه هیجان این سفر را پوشش میدادن. چون برای اولین بار بود که رئیس جمهوری از ایران به این منطقه سفر میکرد. کارخانه سیمان موظف شده بود بعد از برداشت پوشش گیاهی ایجاد کنه، اما چی شد؟ یک متر هم پوشش گیاهی ایجاد نکردن. توی یه مرحله 4 هکتار مجوز برابرداری گرفتید و توی یک مرحله دیگر هم نزدیک به 14 هکتار. در حد 3 هکتار داره برداشت، ولی مجوزی که مصادر کردید برای 17. من که خودم از سازندگان فیلم های کمدی هستم خجالت میکشم، میگم آقا کاش که من اصلا توی حوزه توی این ژانر وارد نشده بودم. طنزی که جالب باشه خیلی ساده تولید نمیشه. با بچه نمیتونیم بریم ببینیم. چرا؟ یه مقدار به خاطر سطح صحبت کردن و اینا. شوخی های مسخره که توی این استا پر شده اینام تکرار میکنم، خلاقیت زیاد نیست. صندلی عقب نداره، شیشه هاش دودی. پلاکش هم مخدوش، یه پلاک دیگه زده روش. مخزن میخ خودرو هست که برقی از مخدوش میشه. توسط راننده رو محور پخش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. فرارسیدن سال روز آغاز امامت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باد. خوش آمدین به خبرهای امشب. همزمان با فرارسیدن 9 ربیع الاول، سال روز آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مراسم جشن عید بیعت فردا شب پس از نماز مغرب و عشا در میدان امام حسین تهران برگزار می شود. اجتماع منتظران ظهور، سفیران مهدوی و عهد طلاب با حضرت ولیعصر هم از برنامه های امشب و فردای مسجد جمکران میعادگاه منتظران. ای گل سرسبد عالم هستی مهدی جان، آغاز امامت و ولایتت مبارک. 9 ربیع الاول روز عافیت و برکت، روزی که کل جهان از ظلم ستم آزاد خواهند شد ان شاء الله. آغاز امامت امام زمان رو تبریک میگم. شکر با همه شیرین اگر لب بگشایی. تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این شادی با ظهور ایشون تکمیل بشه. روز وفای به عهد و روز قدرت خداست. عهد میبندیم پای عفت و حجابمون بمونیم. دلها به جان آمد بیا، جان بر لب آمد از غمت، ای جان جان عاشقا. از دیدار با مقامات اقلیم کردستان عراق تا زیارت بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف، گزارش خبرنگار ما از دومین روز سفر فشرده رئیس جمهور کشورمون به عراق. مثل یه بمبی خبری. خبرنگار اقلیم کردستان حضور رئیس جمهور در این اقلیم را یک بمب خبری میداند. خیلی مردم خوشحالن، مردم اینجا تو. خبرنگاران با یه هیجان این سفر را پوشش میدادند. چون برای اولین بار بود که رئیس جمهوری از ایران به این منطقه سفر میکرد و این گونه مورد استقبال رئیس اقلیم کردستان عراق قرار گرفت. مردم اقلیم کردستان از این سفر، مردم و دولت اقلیم کردستان، تمام ما از این سفر خیلی خیلی خوشحال هستیم. در سطح شهرم به خوبی میشد دید که این سفر رئیس جمهور با استقبال روبرو شده است. ویلکام تو دکتر پزشکیان تو اربیل. اما در اینجا رئیس جمهور با مقامات مختلف اقلیم کردستان عراق دیدار و رایزنی کرد. در این دیدارها هر دو طرف بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تأکید کردند. از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی، سیاسی و امنیتی چیزیه که ما میتونیم با همدیگه کمک بکنیم، همراهی بکنیم و بستر رو برای رشد، توسعه و تعالی آماده کنیم. سپس رئیس جمهور به سلیمانیه عراق رفت و در آنجا ضمن ادای احترام به مرحوم جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق
با مقامات سلیمانیه دیدار و گفتگو کرد. اما سفر رئیس جمهور به عراق هم مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و هم در فضای مجازی بازتاب‌های فراوانی داشت و عراقی‌ها با هشتگ‌های مختلفی از جمله جیران الالعبد به استقبال رئیس جمهور آمان آمدند. تا ابد همسایه. رئیس جمهور پس از زیارت در نجف به کربلای معلا می رود. یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون و رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس بریکس. آقای پوتین با راهبردی توصیف کردن روابط تهران مسکو گفت حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای علت پویایی و پیشرفت روابط دو جانب است. رئیس جمهور ایران همچنین از امضای توافق جدید مشارکت راهبردی با رئیس جمهور ایران در آینده نزدیک خبر داد و با ابراز خرسندی از اولویت دار بودن همکاری با روسیه در دولت 14 توسعه راهگذر شمال جنوب را از طرح‌های مهم مشترک دو کشور خواند. آقای احمدیان در دیدار با وزیر خارجه چین هم سند همکاری‌های جامع 25 ساله بین دو کشور رو مبنای گسترش مناسبات دو جانبه تهران پکن دونست و گفت دو طرف باید در مسیر اجرای کامل این سند گام بردارند. وزیر خارجه چین هم گفت روابط چین و ایران متأثر از دیگر کشورها نخواهد بود و ما از تمامیت ارضی و حاکمیت ایران حمایت می‌کنیم. وزارت امور خارجه رؤسای نمایندگی‌های انگلیس، فرانسه، هلند و آلمان در تهران را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات برخی طرف‌های اروپایی در پی بیانیه وزیران خارجه این کشورها همسو با آمریکا به بهانه ادعای دخالت در مناقشه اوکراین و همچنین وضع تحریم علیه ایران صورت گرفته. در این نشست‌ها مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه هر گونه ادعا درباره فروش موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را بی اساس و کذب خواند و هشدار داد مواضع و اقدامات ضد ایرانی با پاسخی مناسب روبرو خواهد شد. مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه گفت آمریکا و متحدان اروپاییش در حالی از امنیت و صلح یاد می‌کنند که خود با فروش سلاح‌های مرگبار از جمله به رژیم صهیونیستی منبع تولید تنش و تشدید بحران در جهان هستند. هشدار نارنجی هواشناسی برای 72 ساعت آینده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی از فردا تا یکشنبه در برخی نواحی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، سمنان، تهران و البرز شدت داره. احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، جاری شدن روان‌آب و سیلاب هم در این مناطق وجود داره. هواشناسی پیش بینی کرده از فردا تا دوشنبه دمای هوا در بیشتر مناطق کشور خنک میشه. سابی که از بندرعباس به خلیج فارس جاری می شود حالا بدون آلودگی و بوی نامطبوعه. استاندار هرمزگان گفت نیمی از طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس به پایان رسیده و تا پایان سال آینده با بهره‌برداری کامل از این طرح آب مورد نیاز صنایع این شهر در بازچرخانی و تصفیه پساب تأمین خواهد شد. الان 100 هزار متر مکعب در روز فاضلاب بندرعباس از نظر بهداشتی کاملا ایمن شده، کاملا نرمال هست، همه آزمایش‌ها و استانداردها هم انجام شد. شبکه توزیع آب که در به کارخانه‌ها تحویل صنایع بدیم تقریبا خرید لولاش تموم شده و شبکه در دست احداثه. افزایش ظرفیت پزشکی از زبان وزیر بهداشت به شرطها و شروطها. پیوست‌های دوگانه‌ای که این افزایش ظرفیت داره به خوبی تأمین بشه. یعنی پیوست اول تأمین بودجه برای آموزش این هاست و پیوست دوم تأمین نیروی انسانی و استاد برای این آموزشه. یعنی ما مطمئنن افزایش ظرفیت اگر بدون تأمین هزینه‌های لازم و بدون تأمین استاد لازم باشه کیفیت آموزش کاهش پیدا می‌کنه. بر اساس مصوبه دی 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود نیروی پزشکی تا 4 سال متوالی سالانه باید 20% ظرفیت پزشکی زیاد بشه.
در حملات صبح امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه 25 فلسطینی به شهادت رسید. حسبی الله و نعم الوکیل فیهم یا الله حبیبی قدسی. رژیم صهیونیستی شهر شمالی غزه را بارها هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده. دو تن از شهدای این حملات کودک بودند. بمباران اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه و شهرهای جنوبی خان یونس و رفح هم شماری زخمی بر جای گذاشت. پیکر آیت الله عباس محفوظی از فقهای حوزه علمیه قم با حضور علما، طلاب و مردم قم از مسجد امام حسن عسکری تشییع و بعد از اقامه نماز آیت الله سبحانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. آیت الله محفوظی از علمای مبارز انقلاب اسلامی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده چندین دوره مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری دیروز در 96 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. آتش افتاده به جان جنگل‌های پلدختر مهار شد. به گفته که فرماندار پلدختر با تلاش نیروهای امدادی آتش‌سوزی در جنگل‌های کیالان این شهرستان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده. و هویت شهید محمد خاکیزاده پس از 44 سال با آزمایش DNA مشخص شد. محمد خاکیزاده از افسران نیروی هوایی ارتش بود که مرداد 59 به دست فرقه دموکرات در منطقه دولتوی کردستان اسیر و شهید شده بود. پیکر مطهر این شهید 25 شهریور از شهر سردشت مورد استقبال قرار گرفت. دادستان گالیکش برای کوهتراشی کارخانه سیمان این منطقه قول پیگیری داد. اهالی گالیکش میگن فعالیت این کارخانه هم به منظر طبیعی و تنوع زیستی نیلکوه آسیب زده و هم به کشت و کار کشاورزان و دامداران. اونجایی که اونا الان دارن برداشت میکنن علف نیست، درختای هیرگانی بالای 50 سانت قطرشه. زخم نیلکوه اونجا دقیقا سرچشمه این روستاست، یعنی هزاران نفر دارن از اونجا آب میخورن. گلایه های دامداران کمتر از کشاورزان نیست. 50 تا گوسفند داشتم، بخاطر همین گرد خاک فروختم. کارخانه سیمان موظف شده بود بعد از برداشت پوشش گیاهی ایجاد کنه، اما چی شد؟ یک متر هم پوشش گیاهی ایجاد نکردن. برای پیگیری موضوع به سراغ مدیران کارخانه سیمان رفتیم. این قراره تا کجا بریم؟ همون بالا؟ اون نگاه، اون اصطلاحاً پله 530 کارخونه است. حد بالای معدن اونجاست. یعنی از اونجا بالاتر دیگه برداشت نمیشه. در راستای حفظ حقوق بیت المال موضوع رو از دادستان گالیکش پیگیر شدیم که آیا اساساً قابلیت احیا دارد پس از برداشت یا خیر. کنعانی مدیر کل محیط زیست گلستان: معادن ما مصوب کردیم که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان دانشگاه مادر استان مطالعاتی انجام بده. مسئله مطالعه کردن توسط دانشگاه یک روند خیلی طولانی طول کشید و ما نمیتونستیم معطل بشیم که این عزیزان بخوان این کار رو انجام بدن. شتایی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: ما تر مجدد فرستادیم، چند بار هم پیگیری کردیم، هنوز جوابی به ما از نظر اینکه پرگزارش ما مرتعید است برای عرض قرار داد مراجعی از سمت دواقع شرکت دواقع سیمان پیوند نداشتیم. مجوز تخریب چهره نیلکوه چند هکتاره؟ توی مرحله 4 هکتار مجوز برابرداری گرفته بود و توی یک مرحله دیگر هم نزدیک به 14 هکتار. در حد 30 هکتار داره برداشت میشه، ولی مجوزی که مصادر کردیم برای 17 هکتار. در اولین وقت پیگیری میکنیم که انشالله شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل بشه که مصوب شود هر چه سریعتر در خصوص احیای نیلکوه اقدام صورت بگیره. راستی قرار این برداشت تا کی ادامه داشته باشه؟ از روز اول باید به فکر ادامه این فعالیت میبودن و مجوز صادر نمیشد. اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، گالیکش. از فصل روز ملی سینما در هفته ای که گذشت و حال و روز صحنه تئاتر تا جدیدترین متن‌وحاشیه‌های دنیای موسیقی در
بسته هنر و سینما. سلام، مجید مجیدی امید به جوانها و شهرستانها رو یکی از خوشبینیهاش برای آینده سینما اعلام کرده در حضور جمعی از علاقمندان به هنر هفتم در مشهد. صدای پای جزار داره میاد. این کارگردان معروف اما وقتی داشت نیمه خالی لیوان رو بررسی میکرد گفت بی‌هویت شدن یکی از اتفاقهای تلخ سینما در این روزگاره. هر چی فکر میکنیم که اینا هیچ نسبتی نبا سینما داره، نه نسبتی با مردم داره، نه نسبتی با زندگی مردم داره، نه نسبتی با آرمان‌های ما داره. کیفیت خیلی از آثار کمدی باعث خجالته. این رو هم یکی از کارگردان‌های شناخته شده که اتفاقا خودش هم در کارنامه‌اش فیلم طنز داره گفته. به یه جایی رسیده سینمای کمدی که من که خودم از سازندگان فیلم‌های کمدی هستم خجالت می‌کشه. یعنی میگم آقا کاش که من اصلا توی حوزه توی این ژانر وارد نشده بودم، میرفتم یه کاری دیگه میکردم که این سینمای کمدی خیلی به من دیگه ارتباط نداشته باشه. حرف مردمی که برای تماشای فیلم ها به ویژه کمدی ها به سینما میان چیه؟ طنزی که جالب باشه خیلی سال تولید نمیشه. محتوا نداشت ولی خب خوب بود، خنده دار بود. به واسطه سوپر استارایی که هستش مردم میان فیلم ها رو میبینن، بعد واقعا تعریفی نداره. با بچه نمیتونیم بریم ببینیم. چرا؟ یه مقدار به خاطر سطح صحبت کردن و اینا. شوخی هاشو محتوی هاشو خیلی دوست ندارم. شوخی های مسخره که تو این استا پر شده اینام تکرار میکنم، خلاقیت زیاد نیست. یه کارگردان معروف دیگه هم میگه فعلا با همه نقدها کمدی‌ها شدن نجات دهنده سینما. اکران فیلم‌های کمدی باعث شد حداقلش اینه که سینمادارهای ما به یه آرامش اقتصادی برسن و باعث بشه که دوباره سالن‌های جدید که داشت بازگشا یعنی داشت افتتاح می‌شد متوقف نشه. این هفته سینما در ایران 124 ساله شد. بهانه‌ای برای حرف‌ها و نقد‌ها و نقطه نظرات درباره این اثرگذارترین ابزار فرهنگسازی. مثل اینجا در حاشیه نکوداشت و با یاد مرحوم رسول ملاقلی‌پور. سینمای ملی اول باید اینجایی باشه. اول اون مشخصهای خودش از سرزمین خودش پیدا بکنه، استخراج بکنه، بعد در حال میتونه اون سیر انتقالی بیرونی رو پیدا بکنه. چیزی که شما در شماری از آثار رسول ملاقلی‌پور ببینید. تمام نقدها علیه فیلم سفر به جذابه شد. کمتر از 2-3 سال بعدها متوجه شدن که جزو 10 فیلم برتر سینمای ایرانه. اون زمان هیچ کسی این ریسک رو نمی کرد که اون نو فیلم بسازه. حضور یک خواننده پاپ در عرصه تئاتر و حاشیه های بازی ضعیفش در یکی از نمایش های روی صحنه دوباره بحث حضور سلبریتی ها و بلاگر ها و چهره های غیر مرتبط با هنر بازیگری در تئاتر رو به راه انداخت. مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگه ما فقط سیاست گذاریم، دخالت دیگه ای نداریم. اولویت مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی به طیف هنرمند آموزش دیده عرصه تئاتره. اما بالاخره هر کسی با هر سلیقه ای با هر جایگاهی وارد این عرصه میشه و ما به عنوان سیاست‌گذار نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. از اخبار و حاشیه های موسیقی هم این که شعار جشنواره موسیقی فجر امسال شد وفاق ملی. امسال 46 هزار خودروی شوتی رو توقیف کردیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی میگه ارزش کالاهای کشف شده از این خودروها بیش از 4000 میلیارد تومانه. توقیف کردنشان اصلا راحت نیست. البته برای فرار فقط از دود استفاده نمی کنند. مخزن میخ خودرو هست که برقی از توسط راننده رو محور پخش میشه. خودروهای شوتی، خودروهایی که کالاهای ممنوعه را از مرزهای کشور به داخل قاچاق می کنند. صندلی عقب نداره، شیشه هاش دودی. بلاک
پلاکش هم مخصوص، یه پلاک دیگه زده روش، یه پلاک دیگه زیرش پلاک اصلی. حالا ببینیم مال خودش یا نه. رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور میگوید از ابتدای سال تا کنون حدود 46 هزار خودروی شوتی را توقیف کرده ایم. ارزش اموال مکشوفه از این خودروهای شوتی بالغ بر 4 همت، یعنی 4775 میلیارد تومان بوده. سردار رحیمی از یک آمار تلخ دیگر هم خبر داد که حاصل سرعت بالای این خودروهای قاچاقبر است. فقط در 5 ماه اول امسال بالغ بر 185 وقعه تصادف که منجر به کشته شدن و فوت 211 نفر افراد بیگناه، یعنی غالب اینها بیگناه بودن، خانواده بودن، افرادی که تو مسیر در واقع داشتن تردد میکردن شده. و در کنار این 373 نفر هم متاسفانه مجروح و مصدوم شدن در 195 فقره در واقع تصادفات جرحی. 21 شهیدیه که تو دو سال اخیر در راه مبارزه با قاچاق کالا توسط شوتی ها شهید شدن، گذشته از اون تعدادی که مردم عادی که تو تصادفات شهید شدن. این عزیزان هم خودروی شوتی سر به اینا زدن دیگه، درسته؟ بسیاری از اینها در واقع با خودروی شوتی. این آخرین شهیدمونه، بهمن مرندی که در استان آذربایجان شرقی دقیقا توسط خودروی شوتی زیر گرفته شد. علی حمزه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما. بازار سیاه ضمانت از پزشکان برای متخصص شدن. با آغاز ثبت نام سال تحصیلی جدید، برخی دستیاران پزشکی به دنبال انواع و اقسام ضمانت هستند. حالا وزارت بهداشتی ها وعده دادن که شرایط رو تسهیل کنند. بله، برای ضمانت کارمند رسمی تماس گرفتم. برای رزیدنتی پول بده، ضامن بگیر. کارمند رسمی برای ضمانت پزشکان. چقدر هزینش میشه؟ چه شرایطی داره؟ 12 میلیون. بله. این شرح حال برخی پزشکان عمومی پذیرفته شده در آزمون تخصصی پزشکی. شرایط ثبت نام داشتن ضامن هست. رسمی باشه، بازنشسته نباشه و زیر 20 سال سابقه داشته باشه. پیشتر با شکایت دستیاران، دیوان عدالت اداری به ماجرا ورود و رأی صادر کرده. اخذ ضمانت متعارف طبق قانون الزامی است. متعارف ترین موضوعی که برای ضمانت ها داره انجام میشه ضمانت دو نفر ضامنه. اینکه ضامن ها چه شرایطی داشته باشن و کیفیت ضامن ها چطور باشه به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده. این ضمانت ها برای آن است تا متخصصان بعد از تحصیل تعهدشان را عملی و در کشور تبابت کنند. خب کجا درد میگیره اینجا؟ حالا با وجود اینکه میگویند اختیارات را واگذار کرده ایم، اما حرف مسئولان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی چیز دیگری است. حقوقی وزارت خونه نامه هاشون رو به ما میدن، ما بر اساس حرف اونا امسال عمل میکنیم. تا یه ذره چون چند ساله یه مقدار سخت‌تر شده بود. من شخصا مخالفم، اگه قانون باشه انجام میدم، ولی به لحاظ شخصی اصلا اینها رو کار درستی نمیدونم. البته وزارت بهداشتی ها میگویند اگر کسی ضامن نداشت، اگر نتونستن موضوع رو بلافاصله ارجاع میدن به کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، شرایطی رو ایجاد میکنن که اون فرد بتونه با حداقل تضامین قانونی بتونه دستیاریش رو شروع کنه. حالا وزیر بهداشت هم قول تسهیل شرایط را داده. شرایط رو براشون تسهیل بکنیم که این مشکلات در زمینه شروع به کار دستیاری براشون کم بشه. اینو داریم بازبینی میکنیم و شروع کردیم. امسال افزایش ظرفیت تخصص پزشکی طبق قانون برنامه هفتم اعمال شد. آن هم به میزان 12% برای تسهیل ورود پزشکان به دوره تخصص. حالا در گام بعدی دستیاران پزشکی منتظرن تا شرایط ثبت نامشان آسان‌تر و بازار سیاه‌ها جمع شود. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکریم از همراهیتون. شاد و سلامت باشید و خداحافظ.